سلام، بهروز خباز هستم و شما شنونده و بیننده برنامه گفتگوهای کارگری هستید. مهمان من در این برنامه رفیق مرتضی افشاری از فعالین اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران هستند. درود بر شما رفیق مرتضی افشاری و خوش آمدید به این برنامه. من سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو شما. همینطور تشکر میکنم از اینکه دعوت کردید تا صحبتی گفتگوی با هم داشته باشیم. ممنون. ابتدای برنامه میخوام یه مقدار آخرین وضعیت جنبش کارگری ایران رو در ارتباط با مبارزات توده‌ای کارگران از شما بشنویم. این ارزیابی ها هر چند وقت یک بار با فعالین کارگری انجام میگیره که ما رصد بکنیم مسائل جنبش کارگری رو و دور نمونیم. الان از شما میشنویم. به من ابتدا بگم که من صحبت رو که به خودم نزد اتحاد بین المللی، یعنی بحث خودم شخصی خودم، بله، وضعیت جنبش کارگری ایران اینجوری باید نگاه کرد. هر دوره فصلی از جنبش کارگری ایران رو باید نگاه کرد. الان به نظر من دوباره جنبش کارگری وارد یه فصل جدیدی شده با این حرکت که کارگران فولاد احواز کردن، کارگران فکو کردن، نشون میده که یک قدم به جلو اومدن. مطابق من فکر میکنم هنوز جنبش کارگری مشکل داره، یه مشکل عمده ای که تشکل ندارم، متشکل نیستم. همین اعتراضات که بسیار هم اعتراضات رادیکالی، خواسته های روشن و مشخصی دارم، خواسته هایی که به نفع کل جامعه است، بلخص طبقه کارگر. منطقه اشکال بر اینه که یک اعتراضی پیش میاد، فعالانی توی فعالینی توی این عرصه هستن، توی کارخونه جا، توی این صنایع مختلف سازمان میدن اعتراضات رو به خاطر خواسته های مشخصی که دارن. علل عموم حمله های بیمهابایی که به جنبش کارگری، به معیشت طبقه کارگر شده، سعی میکنن که این خواسته ها رو مطرح کنن، بخوان، بگیرن. منطقه یه ضعفی که داره نبود تشکل تو ایران، چون طبقه کارگرای ایران صنایع مختلف تشکل ندارن، نمیتونن همگام باشن. اگر این اعتراضات به اعتقاد من همگام باشه، قطعا دولت رو بیشتر از این وادار به عقب نشینی میکنه. نه اینکه این اعتراضات تا حالا نتیجه‌ای نداشته، به نظر من این اعتراضات اگر نبود، وضعیت طبقه کارگری ایران اسفبارتر از این بود که همین الان هست. به هر صورت اینا اعتراضات مشخصی بوده، شو از 4 سال 5 سال پیش، از کارگران معدن گرفته تا کارگرای هفت‌تپه گرفته، صنایع مختلف جلو اومدن. به نظر من این حرکت اخیر یک قدم به جلو بوده، ولی با این حال اون ضعف اصلی رو داره. نبود تشکل، نبود این تشکلهایی که بتونن اعتراضات رو دست از دست هم سراسریش بکنن، چون واقعا اعتراضات رادیکاله. اعتراضاتی که میرن نماز جمعه رو به هم میزنن، اعتراضاتی که میرن خط راهن رو میبندن، اتوبان های کشور رو میبندن، اینا حرکت های واقعا عالیه. یا حتی یه کارگران دستگیر میکنن، از جمعه همین فولاد احواز، کارگران میرن جلوی زندان، دادستانی، غیره، خواستار آزادی همکارانشون میشن. منتها این ضعف داره، رژیم یه جا عقب نشینی میکنه، یه جاهای دیگه آوانتای میده، وعده های دروغی نمیده، دوباره کار خودش رو پیش میبره. اگر تشکل داشته باشن، تشکل هایی که به نظر من ماندگار باشه، میتونن سر این خواسته ها پیگیری کنن اینا رو. در این حال با تشکلات دیگه که تو صنایع دیگه زده میشه، تو شهرهای دیگه زده میشه، بتونن یک حرکت همگامی رو پیش ببرن. منتها من میگم به نظر من با حرکتی که دیمان 96 شد، کارگرها این دفعه به نقش خودشون بیشتر پی بردن، به این پی بردن که میتونن این وضعیت رو، مسیرش رو عوض کنن. به نظر من الهام های زیادی هم، چون اونم جز کارگرها بودن، اونم جز عمومگیرای اون جامعه بودن، ریختن تو خیابون، جوان ها بودن، خواستهای معیشتی داشتن، خواستهای رفاهی داشتن. به هر صورت من
احساس هم اینه که اشکال این کار مشخصا در نبود تشکله. این ایراد رو باید جنبش کارگری یه جا پاسخ بده، یه جا تا پاسخ نده این مسئله هم همچنان ادامه داره. به نظر من اعتراضات واقعا توده‌ای میشه، خانواده ها میان شرکت میکنن، کنی میبینی بازم بعد از مدتی فروکش میکنن. این اشکال رو من خودم نبود تشکل میبینم. خب به نظر شما چطور میشه به این پاسخ داد رفیق مرتضی، به این خلایی که شما به درستی ازش یاد میکنین، پتانسیل ها و مکانیسم های موجود در این رابطه کدام ها هستن؟ ببینید من احساسم اینه که خب این اعتراضی که همین اخیراً کارگرای هپکو انجام دادن یا کارگرای فولاد اهواز، حتما فعالین کارگری اونجا حضور دارن که میتونن چنین حرکت های انجام بدن. من فکر کنم پتانسیل دارن که یه تشکل ماندگار دائمی نمایندگان مشخصی برای خودشون انتخاب کنن، حالا به نام سندیکا، اتحادیه، شورا، هر چیزی که اینا مثل شرکت واحد یعنی نگاه کنن اینا چه کردن. بعضی شرکت واحد هم درست به موفقیت های آنچنانی دست پیدا نکردن، ولی با این حال یه تشکلی نمایندگی داره، میتونن حرفشون رو بزنن، دلن چونه بزنن، بحث کنن، جدل کنن، در ضمن کارگران بیان به اینا رجوع بکنن. من فکر می‌کنم پتانسیل وجود داره. از نظر خود داخل ایران هم بعد از ماجرای خیزش 96 به نظر من این فضا ایجاد شده که کارگرها بتونن اعلام تشکل کنن، تشکلهای خودشون رو تو محل کارشون با حضور اکثریت کارگران اعلام کنن و نمایندگان خودشون به روح دولت، جامعه، مجامع بین‌المللی مثل همین کارگره شرکت وارد که امروز تقریبا به رسمیت شناخته شدن یا حدودا کارگره های هفت‌صفه، به نظر من توی این مسیر باید برن و این امکان وجود داره. در این حال با اختلافات که درون رژیم هست، اشکالاتی با این تحریم هایی که قرار رو بکنن، در این حال شما نگاه کنید امروز مثلا جنبش زنان توی ایران واقعا بی‌محابا وارد میدان شده، دارن مبارزه میکنن. کارگرها به نظر من این پتانسیل دارن که این نقیصه که همه قبول دارن اینو الان تو این شرایط جبران کنن، پای تشکلهای مستقل و مشخص خودشون برن با نمایندگاه شناخته شده ای که مثلا اگر کارگر به طور فرض شهرداری، معلم ها، پرستار ها اگر قراری حرکتی انجام بدن بدونن با کی تماس بگیرن، با کی صحبت کنن، با کی حرف بزنم. این مشکل رو میگم باید پاسخ بدم. تا این مشکل رو پاسخ بدم به نظر من این مبارزات طولانی مدت ادامه خواهد داشت و به نتیجه دلخواهی هم نمیرسه. به هر صورت البته یه موضوع این رو من هم میدونم، همه میدونم، خود وجود جمهوری اسلامی با بودن جمهوری اسلامی تا ممکن ها سرکاره هم مشکل به این دستاورد دارستیم، ولی برای اینکه برسیم بازم تشکل بکنیم. بازم اگر بخواییم از سطح جمهوری اسلامی بر بیاییم، خواسته همون رو بخواییم یا نبود جمهوری اسلامی رو بخواییم، بازم تشکل لازم داریم. رفیق مرتضی، تشکل میگم این مبارزات که این همه نیرو مصرف میشه، این همه انرژی مصرف میشه، این همه بها براش داده میشه، هزینه داده میشه، میبینی آن نتیجه لازم رو نمیگیرن کارگران. به هم پیوستگی حرکت‌های کارگری یکی از اون خلأهایی که هست که به هر حال ما همچنان داره جان سختی می‌کنه در جنبش کارگریان و همین مقوله تشکلی که شما ازش صحبت کردید. منتها برخی صحبت بر این هست که وقتی که نظامی به این قدداری، به این دیکتاتوری در ایران وجود داره و مردم ایران از آزادی بیان و اجتماعات و اینها محروم هستن، چطور میشه با چنین رژیم قدداری ما بیاییم انتظار داشته باشیم که کارگرها به مسئله امنیت خودشون توجه نکنن و دست به کاری بزنن که میتونه تبعات سنگینی رو براشون داشته باشه؟ لذا از حلقه های واسط صحبت میشه در این میان
حلقه‌های واسط یا همون کمیته‌های کارخانه در درون کارخانجات که الان هم به نحوی همونها دارن اعتراضات درون و بیرون کارخانه رو به نحوی سازمان میدن. شما راجع به این حلقه‌های واسط نظرتون چیه؟ همین کمیته‌های کارخانه که صحبتش میشه. من هم معتقدم قطعا وجود داره، محافل تو کارخونه ها وجود داره، کمیته هایی وجود داره. منتهی اشکال اینه که من فکر میکنم که ببینید کارگرای هپکو همون مشکلی رو دارن که کارگرای فولاد احواز دارن، کارگرای هفتپه دارن و دیگر کارگران. منتهی اینها چهره هایی نیستن که کارگر هفتپه بتونه نمایندهش باشه بره بگه این توی که این مشکل داری، قرار است که ماه آینده مثلا فلان روز یک اتصاب توی این صنایع را بندازیم، توی این شهرها را بندازیم. ببینید من میگم کمیته های کارخونه هم اگر وجود داشته باشه بالاخره باید به هم وصل شن. نمیشه بگیم کمیته کارخونه مثلا اون که حرز واسطه ولی اینا نمیتونن با هم رابطه بگیرن. ولی من میگم با همین جمهوری اسلامی با همین قداریش آدم میبینی که خب بالاخره یه تشکلایی تو ایران تو محیط کار ایجاد شده، یه بخش هم خارج از محیط کار مثل اتحادیه آزاد کارگران یا مثلا هیئت کمیته هماهنگی یا کانون دفاع از حقوق کارگران میشه کار کرد. به نظر من این نیست که مثلا اگر این کار نمی کنن کار دیگه که مثلا تو هپکو کردن یا تو افتفه کردن هزینه کمتری پرداخت میکنن. نه اون ایران دارن هزینه میدن. به اعتقاد من اگر این کمیته های کارخونه وجود دارن باید این ابراز علنی بشه، یعنی دکتر لاغر خود کارگرا بدونن که آقا من میخوام باشم برم با کارگرای کیانتاری که بالاخره اونجا حضور دارن تماس بگیرم. ولی آنچنان اگر قرار مخفی باشه که خود کارگرای همون کارخونه اینا رو نشناسن به نظر من یه مزار کار اشکال پیدا میکنه که همین الان هم کرده. یکی که میبینه کارگرها رو به شکست میکشونن بلاخره ظاهرن میگم گاهی اوقات قولایی میدن، گاهی اوقات عقب نشینی هم میکنن، رژیم به موقع عقب نشینی هم میکنه، ولی در نهایت میبینیم بازنده بازم کارگران. اخیراً سه فعال کارگری و یک فعال معلمان به دعوت پنج سندیکای کلکتیو فرانسه از ایران خارج شدند و در شهرهای مختلف در ژنو، در سوئد، پاریس و جاهای دیگه حضور پیدا کردند، آلمان، فرانکفورت، هامبورگ حضور پیدا کردند در به دعوت سندیکای کارگری این کشورها. شما این سفر رو چطور ارزیابی می‌کنید رفیق قدس؟ من شاید حدود نمیدونم 25 سال 28 سال که خارج از کشورم همیشه آرزوم این بوده این اتفاق بیفته، یه روز از فعالین کارگری مستقل ایران بتونن باشن بیان خارج از ایران و با هم طبقه‌ای های خودشون تماس بگیرن. و در این راستا همیشه تلاش کردم، کار کردم. بسیاری از فعالین خارج از کشور از بچه های چپ، احزاب چپ، سازمان ها، مستقلین دیدم این کار رو میگردن و آرزوشون این بود که یک روز نماینده‌ای از کارگران ایران بیان بتونن که با اتحادیه‌ها اینجا تماس بگیرن، صحبت کنن، درد و مشکلات و رنجی که کارگرای ایران کشیدن به این 20 سال بیان کنن. هم چند سال این اتفاق افتاده، ما به اون نتیجه که شاید دلون میخواسته رسیدیم. امروز کارگرای شرکت واحد اومدن، قبلا هم دوری که میدونید محمود صالحی اومد، دیگرانی اومدن. این آرزوی ما بود و این یه موفقیت برای جنبش کارگری ایران میدونم که بتونن حمایت بین المللی رو به خودشون جلب کنن، خواسته هاشون رو بیان کنن. شما نگاه کنید وقتی که اینا نباشن، این افغانی کارگر، شعله های اسلامی کار، قانون صنفی، اینا پا میشن میان تو سازمان جهانی کار، تو این اتحادیه های کارگری این برانور و دروغ های بزرگی رو میگن و فرید میدن اینا رو. ولی اگر آدمی مثل رضا شهابی نمیدیاد دوست مذهبی یعنی کانون معلمان نماینده شون آقای لقمان بیستی اینا میتونن بگن نبا اینا دروغ میگن، اینا نماینده کارگران نیستن. واقعیت اینه که من این رو یک موفقیت بزرگ برای جنبش کارگری ایران میدونم. خب در همین رابطه شما حتما اطلاع دارین که به هر حال
صحبت‌هایی شده در فضای مجازی و ایراداتی گرفتن و برخوردهای منفی بخشن صورت گرفته با آقای رضا شهابی، شما این برخوردها رو چطور توضیح میدید؟ ببینید واقعیت اینه که من فکر میکنم که آقای رضا شهابی به عنوان نماینده کارگر شرکت واحد ایران اومده که درد و مسائل کارگر شرکت واحد و در این حال همه کارگر ایران رو بیان کنه که به درستی این کارم انجام داده، موفقیتی هم داشته، تونستن با حمایت امین اتحادیه‌های کارگری فرانسه با بخشی از مسئولین آیلو هم صحبت کنم، بگن که بابا اینایی که میان اینجا هر ساله با این مخارج سنگین میان اینو نماینده کارگر ایران نیستن. منتها من متاسفم که آقای رضا شهابی و دیگران تو این مسائل میکشونن، حاشیه سازی میکنن، اینا درست نیست. من واقعا متعجب شدم وقتی تو همین فضای مجازی و تو این سایت ها مطالبی رو خوندم، تأسف خوردم، فقط گفتم ای کاش این اتفاق نمی افتاد، اینجوری پیش نمی رفت. این خیلی به نظر من غلط این رو برخورد کردن. از رضا شهابی سوالی شده، جوابی داده، ممکنه درست باشه، ممکنه نباشه. اینه میشه خیلی اصولی تر پاسخ داد، بگیم رفیق ما، رفیقی که زندگی دفاعی این گذاشتیم مثلا دیتا نادرست هست، نهایت اینه میتونی بگیم. ولی خب متاسفانه هم داری که شما میدونی اتهام ها و افتراهایی زدن که باعث خجالت و نباید هم دامن زد، باید ندیده گرفت و ازش بگذاریم. به نظر من فعلا اینا به نفع جنبش کارگری نیست و نخواهد بود، به نفع ما هم که خارج از کشوریم، حالا خودمونه حالا باید یه چپ میدونیم، به نفع ما هم نیست. در صورت من میگم متاسف شدم، ممکنه یه کسی نظری بده، ده تا نظر داده، صحبت کرده، یک ساعت صحبت کرده، پنج کلمه هم اشکال داشته، گیری من که به نظر من نداشته، ولی اگر هم داشته میشد خیلی رفیقانه تر به مسئله برخورد کرد که بخشی از این خارج از کشور، نیروهای خارج از کشور این کار رو نکردن و نهایت کم لطفی رو کردن نسبت به رضا شهابی و همه کارگرای ایران به اعتقاد من. بله واقعا تأسف آوره. در همین شهر ما در فضای مجازی یکی از ساکنین این شهر نوشت که اسامروی دوم پیدا شد با صحبتهایی که رضا شهابی در فرانکفورت کردن. البته اون چیزی که رضا شهابی اون انتقادی هم که مطرح کردن، ما خودمون، من، شما و دیگر فعالین کارگری بارها مطرح کردیم به این که این تشتت ادامه این تشدد به نفع هیچ کس، جنبش کارگری و چپ نیست. این که ما باید آستانه تحمل بردباریمون رو بالا ببریم، این که با هم رفاقت داشته باشیم، اینا انتقاداتی این سکتاریست، فرقه گرایی، اینایی که ما بارها صحبت کردیم و این در خانواده چپ مطرح شده و بسیار تعجب آوره. دوستانی که میدونن که رضا شهابی کارگری مبارز رادیکال و زندگیشو برای این مبارزاتش گذاشته و الان برگرده ایران، معلوم نیست چه تفاوتی براش داشته باشه. من خودم هم تعجب کردم راستش، متاسفم واقعا. رفیق مرتضی افشاری فعال کارگری از کانادا، من بسیار از حضور شما در این برنامه سپاسگزارم. من تشکر میکنم از شما و از وقتی که با من گذاشتید. مرسی. از همه شنوندگان شما هم تشکر میکنم که گوش دادن به صحبت ما. این زنده باشید.